بسم الله الرحمن الرحیم. به سنف حساب درس دوم خوش آمدید. در این درس ما عملیات چهارگانه را مرور میکنیم. در ریاضی چهار نوع عملیه وجود دارد که عبارتند از جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اند. نمبر 1، جمع. اگر بخواهیم جمع تعریف کنیم، جمع این گونه در ریاضی تعریف میکنیم: جمع یک جا نمودنی، یک جا نمودنی چندین اشیای همجنس را جمع گویند. یک جا نمودن چندین اشیاء همجنس را جمع گویند. جمع اعداد به دو نوع صورت میگیرد: یکی جمع سطری، جمع سطری دوم جمع ستونی. شماره یک، شماره دوم، جمع ستونی. مثال: اعدادی داده شده زیل را به دو طریق سطری و ستونی جمع کنید. سوال اول: 357 845 این دو عدد جمع میکنیم. سوال دوم: 705 386. وقتی سوال اول هم میخواییم حل بکنیم، در سوال اول به طریق سطری اینجا ما عدد پهلوی هم دیگر نوشته میکنیم، در بینشان علامه جمع میگذاریم. عدد اولی را با عدد اولی جمع میکنیم، عدد دومی را با عدد دومی جمع میکنیم. حالا ما در اینجا 5 داریم، در عدد خانه اول با 7 جمع کنیم، 5 جمع 7 شد 12 میشه. این را در خانه اول می نویسیم، اینجا در خانه اطراف راست 5 جمع 7 12 را 2ش حاصل 1. از 12 2ش می نویسیم 10 حاصل است. در قدی 10 جمع میکنیم، اینجا 4 است، اینجا 5 است. خب اینا ما اینجا 2002ش گفتیم، حاصل چند؟ حاصل 1 داریم. اینجا یک خط میکشم، حاصل 1 اینجا نوشته میکنم از یادمان نره. 4 قطعی 5 جمع میکنیم، 4 جمع 5 9، 9 جمع 1 میشه 10، در از 0ش حاصل 1. 8 قطعی 3 جمع میکنیم، 8 جمع 3 11، 11 جمع 1 12، یعنی 1202 جوابش هست. سوال دوم که حل بکنیم، سوال دوم این شکل کار میکنیم، نوشته میکنیم 705 علامه جمع 286، این رو جمع سطری میگن، این مساویس با خانه یکن و خانه یکن جمع میشه. 6 جمع 5 11 رو 1 روش حاصل 1، 1 جمع حاصل 1، 1 اینجا نوشته کردیم یا اینجا جدا اینجا نوشته میگیم حاصل زیره حاصل 1. 8 جمع 0 جمع 0 شو خودی 8، 8 جمع 1 حاصل داریم 9، 2 جمع 7 چه 9، 991 جوابش است. یعنی به طریق سطری اگر بخوایم عدد جمع کنیم، به همین طریقه جمع میکنیم. اگر ما 2 تا 3 تا عدد داشته باشیم، هم میتونیم به طریق سطری به همین شکل جمع بکنیم. حال میخوایم عدد به طریق ستونی جمع بکنیم. در طریق سوال اول به طریق ستونی جمع میکنیم، عدد از زیر هم دیگر می نویسیم. عدد اولی مان است که 357، 357. عدد دومی را زیر عدد اولی می نویسیم، اینجا نوشته میکنیم که 845.
زیر از اینو خط میکشیم، طرف چپ از اینو یک علامه جمع میگذاریم به معنی از اینکه جمع میکنیم. اینجا یک خط میکشیم حاصل اینجا نوشته میکنیم، 5 جمع 7 2002 حاصل 1، یک حاصل داریم. 5 جمع 4 9 جمع 1 10 در صفر حاصل 1، 1 جمع 8 9 جمع 3 12، 1202 همیشه هم 1202 حاصل شده بود. سوال دوم هم به این طریقه کار میکنیم، نوشته میکنیم سوال دوم 705، پایانش نوشته میکنیم که 286، زیرش خط نکشیم علامه جمع میگذاریم، 5 جمع 6 11 حاصل 1، حاصل 1 حاصل شد. اینجا نوشته میکنیم 1، 8 جمع 0 شد خودی 8 1 حاصل داریم 9، 7 جمع 9 شد 7 جمع 2 شد 9، اینجا هم 991 است، اینجا هم 991 شده. حال اینجا ما سوال دوم رو نوشته کردیم، عدد داشته جای رو به دو طریق سطری و ستونی جمع کنید. سوال اول 10292، سوال دوم 54321، سوال سوم 7264، سوال دوم 11456، سوال دوم 890000 8,907,215، سوال سوم 5,786,003. این را به تو طریق جمع میکنیم، طریق سطریش اول اینجا حل میکنیم. سوال اول به طریق سطر جمع میکنیم، اعداد پالوی هم دیگر گفتیم مینویسیم، 8 9 2 جمع 5 4 3 2 1 جمع 7 8 6 4، این مساوی است با این 4 است، خانه اول از 1 است، خانه اول از 2 است، جمع میکنیم 4 جمع 1 5، 5 جمع 2 7، 7 طرف راست اولین عدد نوشته میکنیم، با دیگه عددش به طرف چپ نوشته میکنیم. اینجا 6 است، اینجا 2 است، اینجا 9 است، اینا رو جمع میکنیم، 6 جمع 2 8، 8 جمع 9 8 جمع 9 کشوه عبدر 7 حاصل 1، 1 اینجا نوشته میکنیم. سوال اینجا خانه 3 مزی 8 است، خانه 3 مزی 3 است، خانه 3 مزی 8 است، 8 جمع 3 شوه 11، 11 جمع 8 شوه 19، 19 جمع 1 شوه چند میشه؟ 19 جمع 1 شوه 20، 20 صفر حاصل 2، اینجا نوشته میکنیم 2. خب اینجا داریم 7، اینجا هم داریم 4، اینجا داریم 0. خب 7 با 4 جمع شوه 11، 11 جمع 0 شوه 11، 11 جمع 2 شوه 13، 13 را 3 حاصل 1، 1 هم اینجا نوشته میکنیم. حال از این عدد سیومی خلاص شدیم، اینجا میبینیم اینجا داریم 5، اینجا داریم 1، 5 جمع 1 6، 6 جمع 1 حاصل داریم 7، یه 73,077 این جوابش هست. سوال دومه که طریقی سطری حل بکنیم، نوشته میکنیم خودش عدد اول اینجا نوشته میکنیم 4 5 6 جمع عدد دومیش 8 9 0 7 2 5 جمع 5 7 8 6 0 0 3، این مساوی است با ما اگر سریعتر جمع میکنیم، قاعده و قانون نموست، 3 جمع 5 8، 8 جمع 6 6 و 8 4 داره 4 حاصل 1، 1 جمع 0 0، 1 جمع 0 1، 1 جمع 1 2، 2 جمع 5 7. خب حاصل نداریم، این عدد سیومی ره با عدد سیومی از جمع میکنیم، 0 داریم اینجا 2 داریم، 0 و 2 دو، دو جمع عدد سیومی ازی 4، دو چار، دو چار میشه 6، عدد چارمی ازی که 8 است، عدد سیومی ازی چارمی ازی 6 است، عدد چارمی ازی 7 است، 6 و 7 13، عدد چارمی ازی 1 است، 6 و 7 14 و 1 15 و 5 حاصل 1. اینجا 8 داریم، عدد پنجمی اینجا 8 است، عدد پنجمی ازی 1 2 3 4 5، پنجمی ازی 0 است، 8 جمع 0
سه یک بار دیگه هم تکرار میکنیم، سه جمع پنج هشت، هشت جمع شش چهارده، چهار حاصل یک، یک جمع صفر خود یک، یک حاصل داریم، یک جمع صفر یک، یک جمع یک دو، دو جمع پنج هفت. حال عدد سیومی از صفر است، صفر با عدد سیومی از که جمع کنیم دو، دو با عدد سیومی از که چهار است، دو چهار شش. حال میم عدد چهارمی از شش است، عدد چهارمی از هفت، شش و هفت سیزده، سیزده جمع عدد چهارمی از یک است، سیزده جمع یک چهارده، چهارده را چهارش حاصل یک، یک حاصل داریم، یک ایجا نشت میکنم چهار است. عدد پنجمی از هشت است، عدد پنجمی از صفر است، عدد پنجمی از یک است، هشت جمع صفر خود هشت، هشت جمع یک نو، نو جمع یک در صفرش حاصل یک، یک و هفت هشت، هشت نو عبده، عبده را هفتش حاصل یک، این عدد خلاص شد دیگه، حاصل یک. حالا از هفتم خلاص شدیم، میمونه پنج، پنج جمع هشت چارده، چارده و یک حاصل داریم پانزده. این را ایتو نوشته میگنیم که پنج صفر هفت صفر چهار شش هفت چهار. اگر ما ایره بخوانیم میخوانیم که پانزده میلیون و پانزده میلیون و هفتصد و چهار هزار و ششصد و هفتاد و چهار. حال به طریقه سطر جمع میکنیم، سوال اول اینجا نوشته میکنیم، اعداد زیر هم دیگر نوشته میکنیم، داریم یک صفر هشت نو دو به طریقه سطری، به طریقه ستونی، ستونی میبخشیم، به طریقه ستونی. عدد دیگه شو یکن زیر یکن نوشته میکنیم. اینجا ما عدد نوشته کردیم، بخود ما کامرا رو استاپ کردم، عدد نوشته کردیم و بخاطر وقت زیاد نشوه، عدد اولی رو اینجا نوشته کردیم، یکی از عدد رو نوشته میکنیم، بعد از اینکه یک از عدد نوشته کنین عدد دیگر طور زیر هم دیگر نوشته میکنین که یکن زیر یکن، دهن زیر دهن، به میشه صدن زیر صدن تا آخره. او جایی که در نمیمونه اون طرف در حقیقت مثلا عدد کمبودی میکنه، اونجا صفر است دیگه، چیزی نیست. حال ما اینا رو میخوایم جمع بکنیم، دو جمع چهار، دو جمع یک سه، سه جمع چهار هفت، نو جمع سه دوازده، دوازده جمع شش هجده، دو جمع یک سه، سه جمع چهار هفت، نو جمع سه دوازده، دوازده جمع شش هجده، هشت حاصل یک، یک جمع هشت حاصل یک. اینجا نشته میکنیم در بالای خط، هشت جمع چهار دوازده، دوازده جمع هشت بیست و دو، بیست و دو جمع یک بیست و سه، سه حاصل دو، دو جمع صفر یعنی دو که حاصل است با صفر جمع میکنیم، دو، دو جمع پنج هفت، هفت و هفت چهار در چهارش حاصل یک، یک حاصل داریم، یک با یک جمع میکنیم دو، دو هزار و چهار صد و بیست و چهار هزار و سه صد و هشتاد و هفت. اینجا ما اشتباه کردیم در جمع این عدد، یک بار دیگه ایره جمع میکنیم، چهار جمع یک اینجا ما در این جمع، در اینجا ما عدد اشتباه نوشته کردیم، اینجا یک دو اینجا کم بود کردم. خوب خیر، ما او سوال هم اینجا ما دو نگرفتیم، در سوال دو دو اینجا نیامده، ای جواب تغییر کرده. خیر ایره ای تو نوشته میگیم، هفت صفر هفتاد و هفت، باز همی دوره در اینجا یک بار دیگه باز من نوشته میگیم که همون جواب ها انشالله میتر. این جواب سوال است، جواب سوال دیگر است، 6 جمع 5 11، 11 جمع 3 14 4 حاصل 1، 1 جمع 5 6 حاصل اینجا نشون میکنیم، 1 جمع 5 6، 6 جمع 1 7، 7 جمع 0 خودی 7، 4 جمع 2 6، 1 جمع 7 8، 8 جمع 6 14 4 حاصل 1، 1 و 1 2، 2 جمع 8 در 0 حاصل 1، 1 و 10 و 7 7 در 7 حاصل 1، یک و هشت نو نو پنج چهارده، نو پنج چهارده، ایم چهار است، چهارده میشه ایم چهارده. پس جواب ازیر با این جواب
مطابقت داره یک چیز است. این سوال اول اینجه به طریق ستونی نوشتم میگنیم یک بار دیگر. خیر یک سوال اضافه دیگه اینجا میشه. ما رو اینجا نوشتم میگنیم. یک، دو، سه، چهار، پنج و عددی سومیش 4، 6، 8، 7 اینا رو جمع میگیم. در اینجا هم علامه جمع رو پیش سرش میگذاریم. طرف چپ اعداد 2، 4، 2، 1، 3، 3، 4، 7 9، 2، 11، 6، 7، 7، 6، 1 8، 3، 11، 11، 8، 9، 9 خب یک اصول داشتیم 1، 8، 9، 9، 3، 12 12 جمع 8، 20، 0، 6، 2 2 جمع 0، خود 2، 4، 6، 6 و 7، 13، 3، 6، 1 1 و 5، 1 و 2، 2 و 5، 7 این دقیقاً هم جواب داد. این بود طریقه جمع کردن اعداد که با دو طریقه بود شما آموختین. حال میریم چند تا سوال وظیفه خانگی نوشتم میکنم. وظیفه خانگی اعداد داده شده زائل را با دو طریقه جمع کنید. خب 357 کامن 268 این هم با دو طریقه جمع صدری هم ستونی جمع کنید. 1085 2684 972 56 47 86 94 32 85 33 21 4 2000 200 1065 200065 1 8 6 4 3 0 0 0 5 2 4 3 2 1 3 8 2 7 1 4 3 5 8 9 345 72 85 987 285 386 3 0 0 0 85 4 این اعداد شما با دو طریقه هم سطری هم ستونی جمع میکنیم. عملی دومی حساب تفریق است. ما این رقم ساده تعریف میکنیم. تفریق کم کردن در حساب، البته کم کردن مقدار کوچک را از مقدار بزرگ تفریق گویند. ما امیره به این شکل تعریف میکنیم. علامه تفریق کی است؟ به این شکل نشان داده میشه. علامه تفریق است. اعداد رو میتوانیم به دو طریقه سطری و ستونی تفریق نمایم. مثال یک، اعدادی داده شده زائل را از هم دیگر به دو طریقه تفریق کنید. یک، سوال اول. به سوال اول نوشته میکنیم 54 86 97. کاما 32 86. سوال دوم 25
میلیون و 864203 کاما 9597. سوال سومش 85 47 3000 85. سوال چهارم 96 00001 45 678 9. این عدد اول جمع میکنیم، در قدم اگر میخوایم اینو جمع بکنیم، در قدم نخست اول میبینیم وقتی که بخوایم دو عدد از هم دیگر تفریق بکنیم، ساعت ما بخشیم تفریق کنیم، اول چک میکنیم که آیا این عدد کدامش بزرگ است کدامش کوچک. ما عدد بزرگ از عدد کوچک از عدد بزرگ تفریق میکنیم. طریقه اول سطری. سوال اول وقتی که بخوایم اینا را طریق سطری حل بکنیم، سوال اول میبینیم این 3286 است، این 548697 است، این عدد اولی بزرگ است، پس این طرف چپ نوشته میکنیم در قانون تفریق 548697 منفی 3286. شاگردای عزیز ما این کار نمیتونیم، مثلا دیجه این تو نمیتونیم کنیم، اول نوشته کنیم 3286 منفی عدد بزرگ 54,548,697 این امکان نداره، ما از عدد بزرگ از عدد کوچک عدد بزرگ کم کرده نمیتونیم، از عدد بزرگ عدد کوچک کم میکنیم، با خاطر عدد بزرگ طرف چپ عدد کوچک طرف راست نوشته میکنیم. خانه یک نزی، خانه یک نزی رو در نظر میگیریم، از یک نزی هفت است، از این شش است، حالا از هفت که ما شش مثلا نفر رو داشته باشیم، شش رو کم کنیم، شش رو به کسی بودیم یک رو میمونه، اینجا نو داریم، هشت رو داریم، اینجا نو رو داریم، از نو رو که هشت رو کم شد یک رو میمونه، از شش رو که دو رو کم شد چهار رو میمونه، از هشت رو که سه رو کم شد پنج رو میمونه، از خب این 3 و 8 خلاص شد، 4 و 5 خودش نوشته میکنیم، 4 و 5 خودش نوشته میشه. سوال دوم اینجا نوشته میکنم، در سوال دوم ما عدد بزرگ طرف چپ نوشته میکنیم، معلوم دارست که این عدد بزرگ است، 25,864,203 منفی 959,7 این مساویس 9597 مساویس به اینجا 3 داریم، اینجا 7 داریم، اینا یک تخنیک هست، اینجا ما از 3 7 کم کرده نمیتونیم، اینی خب ما 3 رو پا داشته شد چطور میتونی 7 رو پا با کس ببخشی یا بتی دیگه، باید پول زیاد داشته شد که ما از 7 رو پا پول زیادتر باشه که باید تو 7 رو پا رو ببخشی. حالا این طرف چه پیزی که هست 0 هست، اینی یک از اینجا قرض میکنیم، از خانه یکن که یک قرض میکنیم، از خانه دو میاریم بالا از این میپردیم، این میشه یک که میاریم در این بالا از این میپردیم میشه ده، در که یک پلوی سه میاریم میشه سیزده، ایش در جای از این میمونه نو، در جای ایش سیزده است، حالا از سیزده که هفت کم شده شش باقی، ایش نو مانده، از نو که نو براوه صفر باقی. اینجا خب اینا ولی اینجا ما یک داریم، اینجا پنج داریم، ای از یک پنج نمیره، یک اینجا قرض میکنیم میاریم میشه 11، 11 که 5 کم شد 6 باقی، اینجا 11 که اینجا 11 بود 5 کم شد 6 باقی، اینجا مونده 3، در جای 4 3 مونده، یک شه قرض که بالای اینجا 2 آرده 2 در جای 2 1 بود بالای 2 آرده 11 شد، حالا اینجا مونده 3، یک قرض میکنیم 13، از 13 که 9 کم شد 4 باقی، 4 باقی، در جای 6 که یک گرفته بودیم 5 میمونه، 8 هم خودش 5 هم خودش 2 هم خودش، این جواب سوالی دوم است. سوال سوم و چهارم خودتان کار کنین. در طریقه ستونی، ما در طریقه ستونی عدد زیری هم دیگر نوشته میکنیم، اینجا ما در سوال اول اگر ببینین ما دو تا عدد داریم، عدد بزرگ بالا نوشته که نمیشه، اینجا عدد بزرگ داریم
548,697 و دیگه هم هست که 3286 زیر از اینها خط میکشیم، علامه منفی است. 6 قطعی 7 که جمع کنیم 13 را 3 حاصل 1. 1 جمع 9 شد 10 جمع 8 شد 18 حاصل 1. آها ببخشیم، این باید تفریق کنیم. تفریق هست اینجا، این ما جمع کردیم. تفریق از 7 که 6 کم شد 1 باقی، از 9 که 8 کم شد 1 باقی، از 6 که 2 کم شد 4 باقی، از 8 که 3 کم شد 5 باقی. این 4 خودش، 5 هم خودش، این حاصلش هست. اما حاصلی هست که در اینجا برآمده، این 54 54 11، اینجا من میشکل جواب برآمده. سوال دوم هم میرقم کار میکنم. سوال دوم عدد بزرگ است 25,864,000، عدد اولی. عدد بزرگ است 203 منفی، عدد دیگه شه یکن زیر یکن نوشته میشه، دهن زیر دهن به ترتیب 5 زیر 2 و 9 هم اینجا نوشته میکنیم، زیرش خط میکشیم، حالا تفریق میکنیم. از 3 و 7 کم نمیشه، یک از اینجا قرض میکنیم، سر دو بالا از میاریم میشه 10. این 0 است، یک پولش برای میاریم 10. از 10 که قرض کنیم در جای 0 9 میمونه، در جای 10 9 میمونه، میشه 13. 13 که 7 کم شد 6 باقی، از 9 که 9 برای 0 باقی، یک مونده، از 1 5 نمیره، یک قرض میکنیم میشه 11 که 5 برای 6 باقی، اینجا مونده 3. یک قرض میکنیم 13 میشه، 13 که 9 کم شوه، از 13 9 کم شوه میمونه 4. اینجا مونده 5 خودش، 8 هم خودش، 5 هم خودش، 2 خودش. اما جوابی است که ما در اینجا کشیده بودیم. اینالی این سوال سوم چهارم شد، شما خودتان کار بکنین. یک دو تا سوال دیگه هم اینجا نشته میکنم، اعداد ایرا باز همراه از اونو یک جا کار کنین. وظیفه خانگی، وظیفه خانگی اعداد داده شده زیل را به دو طریقه تفریق کنید، به دو طریقه ستونی و سطری. سوال اول 54 8 6 7 9 کام 3 4 2 8. سوال دوم 6 8 4 3 2 کام 9 8 5 6 7 0 0 45. سوال سوم 86 97 0 0 1 25 36 87 86 0 0 11. یعنی 3 تا عدد هم دیجا دادیم، 2 تا دیگه اوجه هست 5 تا. این را با خودتان کار بکنیم. ضرب عدد ما عملی سومش ضرب عدد است. ما این را که تعریف بکنیم، این نوشته میکنیم که کوتا تعریفی عمومی یا جامعش هم کوتاترین طریقه جمع نمودن اشیای همجنس را باز کوتاترین طریقه جمع نمودن اعداد را ضرب گویان. این طریقی تعریف جمع، کوتاه‌ترین طریقی جمع نمودن اعداد مساوی را، اعداد مساوی را ضرب گویان. علامات ضرب، ضرب دو تا علامت داره، با در الجبر یک علامه دیگه اضافه میشه. فعلا شما دو تا علامه ضرب یکی است و دیگه هم یعنی علامه ضرب معنا میده. ما اگر بخوایم دو را با سه ضرب بکنیم، با دو طریق نشان میدیم، دو ضرب سه یا ایتون نشان میگیم دو ضرب سه. معمولا ما اینجا از این نقطه از این اولیش استفاده میگیم، دو ضرب در سه میشه 6، دو ضرب سه همچنان 6 میشه. ما در اینجا چیزی که خیلی در ضرب برای ما مهم است، ضرب زبانی است. باید ضرب زبانی را حتما یاد داشتیم. ضرب زبانی، ما ضرب زبانی یک در ضرب بسیار ضروری است، جدولاش هست. ما این وظیفه خانگیتون که ضرب زبانی را باید خودتان حفظ بکنین. مثلا من مفهومی ضرب را براتون بیان میکنم، میگیم که 3 ضرب در 5 چی معنا میده. اصلا این معنا را میده که
یعنی پنج سه دفعه در حالت جمع است. پنج جمع پنج جمع پنج، یعنی پنج که سه دفعه جمع کنیم جوابش 15 میشه. سه پنج 15 به اون خاطر میگن. سه پنج 15، چهار پنج 20 مثلا میگیم، چهار پنج 20 به معنی از است که ما پنج چهار دفعه جمع میکنیم. پنج جمع پنج جمع پنج جمع پنج، ای چهار پنج دفعه، پنج چهار دفعه که جمع کنی حاصلش 20 میشه. قانون پنج، ضرب قانون تبدیلی هم داره. مثلا میگم که پنج ضرب چهار هم میتونیم، پنج ضرب چهار هم میتونیم، جوابش یک چیز است، ولی جایی ای به این معنی است که چهار چند دفعه جمع کنیم؟ پنج دفعه جمع کنیم. اینجا پنج چهار دفعه جمع میکنیم، اینجا چهار پنج دفعه جمع میکنیم. جمع چهار جمع چهار، حاصل ازی هم چهار جمع چهار هشت، هشت و چهار دوازده و چهار، شانزده و چهار بیست. جواب شردوش یک چیز است. در نتیجه ما میگیم که چهار ضرب در پنج مساویش با پنج ضرب در چهار، این جواب اردوش یک چیز است، بیست میشه. این مفهومی ضرب بود، امیدوار هستم که شما فهمیده باشین. دیگه میریم یک چند مثال از این کار میکنیم. این چهار تا مثال است، سیر ما ضرب مش میکنیم. ضرب یک طریقه دارد، به طریقه عمودی کار میکنیم، یک طریقه داره، طریقه عمودی و ستونی میگیمش. حل سوالی اوله که بخواهیم حل بکنیم، یکی از اعداد فرق نمیکنه، خورده و بزرگ، یکش بالا نوشته میکنیم، دیگه پایان نوشته میکنیم. اینه به این شکل حالی ضربش میکنیم. ضرب زبانی رو میفهمیم، با شما وظیفه خانگی دادیم، او شما باید حفظ کنین. 5 3 5 حاصل 1، حاصل 1. 5 6 3 3 جمع 1 31. 2 3 6 6 2 3 6 حاصل نمیمونه، 2 6 2000 خودش نوشته میکنیم. عدد آخری که ضرب دادیم حاصل دیگه حاصل نمیگذاریمش. اینا رو با هم جمع میکنیم، 5 خودش 1 جمع 6 7، 3 جمع 2 5، یکم خودش. این جوابش است. سوال دوم که بخواییم حل بکنیم، سوال دوم 85 ضرب در 3، 3 5 15 و 5 حاصل 1، 3 8 24 و 1 25. سوال سوم که کار بکنیم، اینجا در سوال سوم یک گپ است که 3 عدد است، ما اول دو تایش میگیریم با هم دیگر ضرب میکنیم. مثلا 25 قطع 6 ضرب میگیریم، 6 5 3 0 حاصل 3 و این حاصل است 6 2 12 جمع 3 15 150. حال 150 شد. عدد سومی مونده اینجا 7 است. عدد سومی رو با حاصل یزی ضرب میزنیم، 7 ضرب 150 میکنیم، 7 ضرب 0 0 7 5 3 5 5 حاصل 3، 7 1 7 3 10 10 50 جواب یزی 350. سوال چهارم میریم کار میکنیم. سوال چهارم 12 5 0 3 9 6 8 4، اینو بخوایم ضربش بکنیم، 4 3 2002 حاصل 1، 4 3 2002 حاصل 1، 4 در 0 0 حاصل 1 هم خودش. اینو یه خط میگاش حاصل اینجا نوشته میکنیم، 4 ضرب 4 3 2002 حاصل 1، 4 ضرب 0 0 حاصل 1 هم خودش، 4 5 20 0 حاصل 2، 4 دو هشت دو در صفر حاصل یک، چار یک چار حاصل یکم پنج. عدد دو میشه ضرب میزنیم، هشت هشت بیست و چار چار حاصل دو، هشت ضرب صفر صفر حاصل دورم خودش، هشت پنج چل چل صفر حاصل چار، هشت دو دوازده دوازده جمع دو، هشت پنج چل چل صفر حاصل چار، هشت دو دوازده دوازده جمع چار شانزه، شانزه را شش حاصل یک، هشت یک هشت حاصل یکم نو. حال میم شش در میزنیم، شش در به سی هشت در هشت حاصل یک، شش در به صفر صفر حاصل یکم خودش، شش پنج سی سی صفر حاصل یک، شش پنج سی صفر صفر حاصل سی، شش سی هشت در هشت حاصل یک، شش در به صفر صفر حاصل یکم خودش، شش پنج سی صفر حاصل سی، شش دو دوازده دوازده جمع سی پانزده رو پنج حاصل یک، شش یک شش حاصل یکم هفت.
اون نور ضرب میزنه. 927762 یخونه اعلام میکنیم، یعنی قانونش هست 927762 نو ضرب 00 حاصل دورم خودش، 9545 حاصل 4 نو دو 18 18 و 4 22 دو حاصل 2 نو 1 نو 2 11 دیر از این خط میکشم کلش جمع میگیریم. دو زیرش عدد نیست خودش هنوشتا میگیریم، 1 و 4 5 میشه، 2 جمع 8 در از صفرش حاصل 1 1 و 1 2 2 و 7 9 5 و 6 11 5 و 6 11 11 و 2 13 و 3 حاصل 1 1 و 9 10 و 5 15 15 و 5 20 صفرش حاصل 2 2 و 7 9 9 و 2 11 11 و 1 حاصل 1 1 و 1 2 1 هم خودش. این جوابش هست، جواب سوال 4 هم به می شکل هست. وظیفه خانگی از ضرب، این وظیفه خانگی ضرب سوالات داده شده زائل را ضرب کنید. سوال اول 534 کامد 237، سوال دوم 65 97 1068، سوال سوم 54 36 کامه 78 93، سوال چهارم 35 48 85 00 88 03 کامه 25 97 8 3 2. سوال سوم است، عدد سومیش 4 5. این نمی سه تا چهار تا عدد با هم ضرب بگیم، انشالله ضرب یاد میگیریم. بخش چهارم عملی تقسیم است، قسمت نمودن، نمودن یک مقدار را به حصه های مساوی تقسیم گویند. همین تو یک تعریف میکنن اینه تقسیم گویند. علامات تقسیم، شاگردای عزیز، علامات تقسیم پنج نوع است. ما یکی این علام است، دیگه این خط کسری یا خطی بر میگن که باز ما شما در بخش کسرا میخونیم، دیگه این علامت است، دیگه علامه سومیش چهارمیش ای است، علامه پنجمیش دو نقطه است. ایرم تقسیم معنامه ده این پنج تا علامه داره تقسیم. ما معمولا از این علامه در جای استفاده میکنیم، یعنی از علامه از این علامه ده. در تقسیم اعداد ما چند تا جز داریم، وقتی بخواییم اعداد تقسیم کنیم اینجا مقسوم، اینجا مقسوم علیهی، اینجا خارج خارج قسمت و اینجا باقی مانده نوشته میشه باقی مانده. مثال ما پیش از اینکه بریم عملی تقسیم کار بکنیم، قابلیت های تقسیم رو باید بخونیم، بیاد داشته باشیم که بتونیم یک عدد بالا عدد دیگر چکنیم تقسیم بکنیم. قابلیت های تقسیم، قابلیت های تقسیم، اگر یک عددی A را بالای عدد B تقسیم نماییم، که باقی ماندن صفر به دست آید، در این صورت می گوییم که A
قابلیت تقسیم بالای بی را دارد. این تعریفی ساده قابلیت های تقسیم است. قابلیت تقسیم شماره یک شروع میکنم، قابلیت تقسیم بر یک. هر عدد بالای یک پوره قابل تقسیم است. قابلیت شماره دو، قابلیت تقسیم بر دو. هر عددی که رقم اول آن صفر باشد، صفر یا جفت باشد، بر دو پوره قابل تقسیم است. شماره سه، قابلیت تقسیم بر سه. این میشه یک تقسیم از این مانده. قابل تقسیم بر سه. هر خب من اینجا یک مثال از این نوشته میکنم. 32 320 46 84 32 اینا بالای دو پر قابل تقسیم هستن به خاطر رقم اول از این دوست. عدد جفت میفهمیم دو است، 4 است، 6 است، 8 است، 10 است، به میشه کل عدد جفت اینمی عدد 2 6 4 8 همین چند تا عدد جفت داریم. رقم اول از دو جفت است بالای دو پر قابل تقسیم. رقم اول از 4 است، 4 بالای 4 جفت است بالای دو پر قابل تقسیم است. 84 بالای دو پر قابل تقسیم. این رقم اول 6 است، 6 جفت است، 46 بالای دو پر قابل تقسیم. رقم اول از 0 است وقتی که رقم اول صفر یا جفت باشد. رقم اول یه عدد صفر است بالای دو پر قابل تقسیم است. ما اگر یک امتحان بکنیم 46 تقسیم دو شوه، تقسیم دو 4 تقسیم دو، دوی میتیم دو دو 4، هیچی باقی نمیگنه. 3 را 6 را پایان میکنیم. 6 تقسیم دو 3، 3 دو 6، باقی مانده در اینجا چی شد؟ صفر شد. یک عدد بالای عدد دیگه تقسیم کردیم باقی مانده صفر شوه، میگم امی عدد قابل تقسیم بالای امی عدد دیگه دارد. 46 قابل تقسیم بالای دو است، 84 بالای قابل تقسیم بالای 32 بالای دو پر قابل تقسیم است. حال میایم قابل تقسیم بر سه. هر عددی که مجموعه ارقام آن سه و یا عددی باشد که بر سه پوره قابل تقسیم باشد، قابل تقسیم باشد، آن عدد بر سه نیز پوره قابل تقسیم است. مثال 327 123 405 27 27 36 و غیره. خب شاگرد عزیز این معنای چی رو میده؟ میگم که هر عددی که مجموعی ارقامش، ارقام عزیز جمع میکنیم، ارقام عزیز یک اینمی ارقامش رو مکمل جمع میکنیم. از این رقمش 3 است، رقم دیگه 2 است، رقم دیگه هم 7 است. 3 جمع 2 5، 5 جمع 7 12 شد. باز این یک و 2 رو جمع میکنیم، 1 جمع 2 چند میشه؟ 3. یک جمع دو که سه شد، اینجا در نتیجه نوشته میکنیم
یک جمع دو که سه شود، سه بالای سه پوره قابل تقسیم است. در نتیجه 327 هم بالای سه پوره قابل تقسیم است. اینی علامه قابل تقسیم است شاگرد عزیز، 300 قابل تقسیم بر سه، این علامه قابل تقسیم بودن است. 327 اینو خوانده میشه، 327 قابل تقسیم بالای سه را دارد. حالا این 123 داریم، 123 را ولی امیر اگر امتحان کنیم نوشته میگیم که 327 قابل تقسیم بر 3 داره یا نه. 3 بالای 3 یک یک 3 3 هیچی باقی نمیکنه، 2 را پایان میکنیم. 2 بالای 3 قابل تقسیم نداره دیگه، حق نداریم 2 بالای 3 تقسیم نمیشه دیگه، حق نداریم از اینجا با 7 پایان کنیم. 1 0 این 2 را بالای 3 تقسیم میکنیم، 2 با 3 نمیخره، چندی میتیم 0 میتیم، 0 زرد در 3 0، باز 2 باقی میکنه 7 پایان میکنیم. سه نو نو سه بیست و هفت این چیز باقی نمیکنه، یعنی در حقیقت باقی مانده صفر است. 327 تقسیم 3 شد، 109 خورد، باقی مانده چی است؟ بر 4. هر عددی که رقمی که دو رقمی اولیان دو صفر و یا دو عددی باشد که بر 4 پوره قابل تقسیم باشد، آن عدد نیز بر 4 پوره قابل تقسیم ان. مانند اعداد 200 300 7016 5012 و غیره. یا اعدادی هستن که بالای 4 پوره قابل تقسیم هستن به خاطر دو رقم اولی از 2 0 است. دو رقم اولی از 2 0 است. دو رقم اولی از 16 است. 16 را که بالای 4 تقسیم کنیم 4 میخره. به اون خاطر میگیم که 7016 بالای 4 پوره قابل تقسیم است. دو رقم اولش 12، 12 بالای 4 پوره قابل تقسیم است. بنابراین میگیم که 500012 هم بالای 4 پوره قابل تقسیم است. اگر ما این را بخواییم امتحان کنیم 500012 را تقسیم 4 میکنیم، 5 تقسیم 4 شده 1 میخوره 1 4 4 1 باقی میکنه 0 را پایان میکنیم، 2 4 8 میشه، باز 2 باقی میکنه 0 را پایان میکنیم، 5 4 این 0 را اینجا پایان کنیم، این 0 دیگر هم اینجا پایان کنیم، اینجا آمدی صفر هم اینجا آمد، 5 4 20 هیچی باقی نکرد، باز این صفر پایان میکنیم، اینجا صفر که پایان کردیم صفر تقسیم 4 شد، صفر میتیم صفر ضرب در 4 صفر. این قانون متعاجی باشین، به اکثر جای مردم اشتباه میکنه با این قانون، با اینی مشکل در نظر نمیگیرن. باز یک پایان میکنیم، یک که پایان کنیم یک بالای 4 نمیخره، باز دق نداریم دیگه پایان کنیم، همین یک بالای 4 تقسیم میکنیم 0 میتیم 0 ضرب در 4 0، باز یک باقی میکنه، باز 2 رو پایان میکنیم، 3 4 12 هیچ باقی نمیکنه. خب شما دیدین که این عدد بالای از پوره قابل تقسیم بوده، به همین شکل دیگه عددم بالای 4 پوره قابل تقسیم است. حال میریم قابل تقسیم بر 5 مرور میکنیم. قابل تقسیم بر 5، ما اینجا یک ذره سریعتر چی میکنم به خاطر از اینکه این یک ذره زمانگیر است و اخیر است، با او خاطر کوش میکنم یک ذره مفصلتر و پیشتر بریم. اگر ما هر موضوع رو زیاد تشریح بکنیم باز از مو سطح فلسفی شگه بریم، باز ما نمیتونیم موضوع رو زیاد زودتر یاد بگیریم. هر خبر موضوع رو فشرده تر بگیم یادگیری صورت میگیر ولی یک مقدار جزیات میمونه. خب ما کوشش میکنیم که هر دو موضوع
تعادل در نظر گرفته شو، هم سریعتر و هم جزئیات کمی برتون بگیریم، قابل تقسیم بر 5. هر عددی که رقمی اولی آن صفر باشد، صفر یا 5 باشد، 5 باشد بر 5 پوره قابل تقسیم هست. سوال مثال مانندی اعدادی 50 65 75 100 85 و غیره. این اعدادی هستن که رقم اولی از یک صفر است به 5 پوره قابل تقسیم است، رقم اولی از 5 است به 5 پوره قابل تقسیم است، نظر به تعریف قابل تقسیم بر 5. قابلیت تقسیم بر 6. بر 6 شاگرد عزیز، قابل تقسیم بر 6 این رقم تعریف میکنیم که هر عددی که همزمان، این کلمه همزمان باید مد نظر داشته باشیم، همزمان بالای 2 و 3 پوره قابل تقسیم باشند بر 5، بر 6 نیز قابلیت تقسیم را دارا است. مانندی 2 و 3 بالای 2 و 3 پر قابل تقسیم باشه، بالای 2 و 3 123 1230 کاما دیگه عددی که بالای همزمان بالای 2 و 3 پر قابل تقسیم باشه 1012 دیگه عددش 930 دیگه 120 و غیره. خب ببینین، ما اینجا میگیم که مثلا این عدد 120 رو میگیریم، اینجا امتحانش میکنیم. 120 این 120 رقمی اولی صفر است، پس این بالای 2 پوره چی است؟ قابل تقسیم است. و این 120 که بالای 2 پوره قابل تقسیم است، و این 120 بالای 3 هم پوره قابل تقسیم است، بخاطر 1 جمع 2 3، 3 جمع 0 3، این بالای 3 هم پوره قابل تقسیم است. این بالای 3 هم پوره قابل تقسیم است، وقتی بالای 2 3 پوره قابل تقسیم باشه بالای 6 هم پوره قابل تقسیم است. حالا 120 که بالای 6 تقسیم کنیم، 120 تقسیم 6 2 میتیم، 2 6 12، هیچ باقی نمیکن، 0 پایان میکنیم، 0 تقسیم 6 0، 0 در 6 0، هیچ باقی نمیکن. عدد دیگه اش مثلا 312 بالای 6، 930 بالای 6 پوره قابل تقسیم است، 930 بالای 6 پوره قابل تقسیم است، به خاطر از اینکه این رقم اول این عدد خود صفر است بالای 2 پوره قابل تقسیم است، رقم اول صفر است بالای 2 پوره قابل تقسیم است. وقتی که ما 3 رو 9 رو جمع کنیم 12 میشه، 12 جمع 0 12، 12 بالای 3 پوره قابل تقسیم است، پس 930 هم بالای 3 پوره قابل تقسیم است. وقتی بالای 2 3 پوره تقسیم باشه، قابل تقسیم باشه، بالای 6 هم پوره قابل تقسیم است. قابل تقسیم بر 7. اولا رقم اول عدد را حذف نموده، دو چند می نماییم. این عددی دو چند شده را این عدد دو چند شده رو از متباقی تفریق میکنیم. این عمل
را تا زمانی ادامه می دهیم که اعداد باقی نمانند. اگر حاصل تفریق صفر، هفت و یا عددی باشد که بر هفت پوره قابل تقسیم باشد، آن عدد نیز بر هفت پوره قابل تقسیم است. این تعریف قابل تقسیم بر هفت است. مثال شامل کار میکنیم. مثال اعدادی مانند اعدادی اولش 5880، دومش 1638، کاما این اعداد بالای 8 بالای 7 پر قابل تقسیم هستند، هر دوش بالای 7 پر قابل تقسیم است. خب ولی اگر ما این رو بخواییم امتحان بکنیم، امتحان ازی آسان است. ما اول عدد میگیریم، رقمی اول شهست میکنیم، رقمی که برتان گفتیم اول می عدد چه میکنیم؟ امتحان میکنیم عدد اولی را 5880. امی رقمی اولی ازی را حسب میکنیم، این را ضرب دو میکنیم، صفر ضرب در دو مساوی به صفر. از متباقی تفریق میکنیم، متباقی جا دیگه اینی صفر است، ولی صفر از متباقی 588 است تفریق میکنیم. ای 8 میمونه، اینجا هم 8 میمونه، اینجا هم 5. بازی را میگیریم، دو چند میگیریم، اینجا میاریم 8 ضرب 2 میگیریم، میشه 16. 16 را از متباقی عددی که اینجا 58 است، از این متباقی که اینجا 58 است از این تفریق میگیریم. 16 را نشته میگیریم، از 8 که 6 کم شد 2 باقی، از 5 که 1 کم شد 4 باقی. باز اینجا عدد 2 مانده، 42 مانده. ای باز 2 از این را میگیریم، این طرف میبریم، این دو را ضرب 2 میکنیم، دو چند میکنیم، میشه 4. 4 از 4 باقی تفریق میکنیم، باقی مانده چی شد؟ 0 شد. این حالی وقتی باقی مانده 0 یا عددی باشه که بالای 7 پوره قابل تقسیم باشه، پس میگیم اما عدد هم بالای 7 پوره قابل تقسیم است. پس 5880 هم بالای 7 پوره قابل تقسیم است. به این شکل این عدد هم شما امتحان بکنین. حالا ما یک عدد دیگر اینجا نوشته میکنم، امتحان میکنم که بالای 7 پوره قابل تقسیم است، یعنی 15785. این رقم اولی دیده میگیریم، 5 ضرب 2 میکنیم، میشه 10. در از این متباقی تفریق میکنیم، از 8 که 0 برای 8، از 7 که 1 کم شد 6 باقی، 5 هم خودش 1 هم خودش 8 میگیریم، میشه ضرب 2 میکنیم، 8 ضرب 2 16 میشه، 16 را از این تفریق میکنیم، از 6 که 0 6 برای 0 باقی، از 5 که 1 برای 4 باقی، 1 هم خودش. اینجا مونده 0. 0 ضرب 2 میکنیم میشه 0، 0 از 4 باقی تفریق میکنیم میشه 14. 14 عدد است که بالای 7 پوره قابل تقسیم است. خوب میفهمیم، از 4 که 14 را که بالای 7 تقسیم میکنیم 2 میخره. بنابراین میگیم که همین عدد هم بالای 7 پوره قابل تقسیم است. قابل تقسیم بر 8 هر عددی که 3 رقم اولی آن 3 0 و یا 3 عددی باشد که بر 8 پوره قابل تقسیم باشد باشند، کاما آن عدد نیز بالای 8 قابل تقسیم است، قابل تقسیم است، پوره قابل تقسیم است، نیز بالای 8 پوره قابل تقسیم است.
یا قابلیت تقسیم را دارد. قابلیت تقسیم را داراست. خب مثالش مانند اعداد 4448 4328 434 هزار 3 تا 0 اینا عدده هستن که بلایش پر خول تقسیم هستن. قابل تقسیم بر 9 هر عددی که مجموعه ارقام آن 9 و یا عددی باشد که بر 9 پوره قابل تقسیم باشد، بر 9 پوره قابل تقسیم باشد، آن عدد نیز بر 9 پوره قابل تقسیم است. مانند اعدادی مانند اعدادی مانند اعدادی 48825 48825 کاما 486 46 44 و غیره. یه عددهایی هستن که بالای 9 پوره قابل تقسیم هستن. قابلیت تقسیم بر 10 قابلیت تقسیم بر 10 هر عددی که رقم اول آن 0 باشد بر 10 پوره قابل تقسیم اند. مانند اعداد 20 120 850 و غیره. قابل تقسیم بر 11 و 12 را میخوانیم، باز دیگاش صرف نظر میگیریم، میریم برای سوالات تقسیم. قابلیت تقسیم بر 11 هر عددی که حاصل تفریقی مجموعه مراتب جفت و تاقیان مراتب جفت و تاقیان 0 و یا عددی باشد که بر 11 پوره قابل تقسیم باشد، آن عدد نیز بر 11 پوره قابل تقسیم است. مانندی اعدادی 5676 5676 کاما 56892 کاما
6853 کاما و غیره. این اعدادی هستن که برای یازده پورا قلب تقسیم هستن. میریم میبینیم که یک چک میکنیم برای یازده پورا قلب تقسیم هستن، یعنی 5, 6, 7, 6. اینا رو ما مراتب جفت اتاق نامگذاری میگیم. چی از طرف راست چی از طرف چپ عدد شماره گذاری کنیم. 1, 2, 3, 4. ما مراتب جفت دیگه چی هست؟ اینا همون عددهایی که چیستن؟ عددهایی که در جای جفت قرار دارن. مثلا این عدد 2 جفت هست، عدد 4 جفت هست. عددی که زیرش قرار داره اونا رو جمع میکنیم. 5 جمع 7. 5 جمع 7 12. این عددهای تاق چه؟ این رقم جمع میکنیم. اینجا یک تاق هست، 3 تاق هست. پایانشون 6 هست. 6 جمع 6 یم 12. حالا این 12 رو که تفریق 12 بکنیم، 12 منفی 12 حاصلش 0 است. یعنی میگه حاصل اینو میگن که حاصل تفریقی مجموع مراتب جفت اتاق. یعنی مجموع مراتب جفت اتاقش 0 برآمد. بنابراین میگم همون عدد بالای 11 پورا قابل تقسیم است. مثلا این عدد دیگه شو چک میکنیم، نشسته میگیم که 68 53. 1, 2, 3, 4 مراتب جفتش. مراتب جفتی جد داریم 6، جد داریم جمع 5، مساوی 6 و 5 11. مراتب تاق چه که بخواییم جمع کنیم؟ مراتب تاق زیر 3 8 است، جمع پایان 1 3 است. 3 و 5 11. 11 که 11 کم شد 0. اینه در حقیقت حاصل تفریق مجموع مراتب جفت و تاقش 0 برآمده. بنابراین عدد بالای 11 پر قابل تقسیم است. خب قابل تقسیم بر 12 هم میخوانیم. قابلیت ویدیو هم خیلی طولانی شد. قابل تقسیم بر 12، هر عددی که مجموعی هر عددی که همزمان بالای 3 و 4 پوره قابل تقسیم باشن بالای 12 نیز قابلیت تقسیم را دارا می باشد. مانند اعدادی 4 و 3 پورا قابل تقسیم باشند. مثلا 123 0 12. این عدد بالای 12 پر قابل تقسیم به خاطر رقم این هم بالای 4 پر قابل تقسیم است، دو رقم اولش 12 است، هم بالای 3 پر قابل تقسیم است. 93 0 84 این بالای 12 پر قابل تقسیم است، به خاطر دیگه این 84 بالای 4 پر قابل تقسیم است. اگر را جمع کنیم 3 و 9 12 12 جمع 8 24 بالای 3 پر قابل تقسیم است. این را قابل تقسیم بر 12 میگن. ما آلی چند تا سوال از تقسیم کار میکنیم. تقسیمات داده شده زیر را انجام دهید. مثال است، ما وقتی که بخوایم تقسیم بکنیم، اول همیت عدد طرف چپ در نظر میگیریم. 8 است، 8 تقسیم 3 میشه 2 میتیم. اگر 3 بودیم زیاد میشه، 3 3 9 میشه، یه بعد از 8 زیاد میشه، از 8 کم نشوه. اگر 1 بودیم 1 ضرب در 3 3 میشه، باقی مانده باید از 3 کم باشه. وقتی که ما 1 بودیم 1 ضرب در 3 3 از 8 که 5 از 8 که 3 کم شو 5 باقی میکنه. باز این باقی مانده از 3 بزرگ است، باقی مانده از 3 کوچک باشه و از 8 وقتی که این عدد اینجوری نشون میگین ضرب 3 میگین از 8 بزرگ نشوه. همین دو شرط داشته شد. 2 3 6 2 باقی میکنه، 5 پایان میکنیم. 25 تقسیم 3 6 6 4 24 هیچی باقی؟ آه 1 باقی میکنه. اینجا باقی است.
یکی از مقسوم از مقسوم علیه خارج قسمت باقی مانده. نور تقسیم 8 کنیم یکی میتیم. اگر 2 بتیم 2 8 16 میشه خون نو است. یکی میتیم یک 8 8 نو باقی میکنه. یک باقی میکنه. یک باقی که 2 رو پایان میکنیم. 12 تقسیم 8 یکی میتیم یک 8 8 4 باقی میکنه 0 رو پایان میکنیم. 5 8 40 هیچ چیز باقی نمیکنه. این بالا 8 تو رقم تقسیم بوده. سوال سوال سوم یک صفر چار پنج تقسیمی دوازده حالا خود ده است یک بالای دوازده نمیشه یک هم میگیرم ده ده بالای دوازده نمیشه که دیگر هم قدش میگیرم چار برای اولین بار هر قدر عدد میتونی بگیری فرق نمیکنه باز ده پایان کامری باز تنها یک عدد پایان کرده میتونی دو عدد همزمان پایان کرده نمیتونی 104 تقسیم 12 شوه اگر 9 بتیم 9 در 90 9 در 18 108 میشه اگر 9 بتیم باید 8 بتیم 8 در 16 6 در 61 8 در 1 8 در 8 در 1 96 از 1 قرض میکنم میشه 10 10 که 1 قرض میکنم میشه 14 از یه میمونه 9 14 که 6 کم شوه 8 باقی اینجا مانده 9 9 که 9 را هیچ باز 5 باقی میگنم 5 پان میگنم 85 تقسیم 12 که کنیمش افتی که بودیم افتی 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 14 84 میشه افتی افتی 14 4 حاصل یک افتی یک حاصل یکم 8 یک باقی گد باقی مانده از یک است سوال چهارمش نوشته میکنیم که 65 97 3 0 1 تقسیمی 120 این 659 تقسیم 120 میکنیمش چه رقم تقسیم بکنیم؟ یکی میتیم حالا یکی بودیم کنون میشه ششی بودیم زیاد میشه پنجی میتیم پنج صد پنج بیست خب پنجی میتیم پنج ضرب صفر صفر پنج دو در صفرش حاصل یک پنج یک پنج حاصل یکم شش 600 شد از نو که صفر برای خودی نو از 5 که 0 برای خودی 5 59 از 120 کوچک از تقسیم درست 7 تا پایان میکنیم 597 باید 4 بودیم اگر 5 میدادیم با 600 میشه 600 597 زیاد بود 4 ضرب 0 0 4 2 8 4 1 4 7 خودش از 9 که 8 کم شد 1 باقی 1 کم خودش 117 باز 3 را پایان میکنیم 3 این میشه 1173 اینجا اگر ما یک نوی بتیم زیاد میشه 900 920 928 180 خب اگر نوی بتیم 900 به 0 0 928 8 حاصل 1 91 9 حاصل 1 هم ده نوی میتیم نوی سیست 900 به 0 0 928 8 حاصل 1 91 9 حاصل 1 هم ده از 3 که 0 برای خود 3 از 7 که 8 نمیره یک قطع میگنیم 17 که 8 کم شوه از 17 8 کم شوه 9 باقی اینجا مانده 0 ده که ده برای هیچ باقی نمیگنم باز 0 پایان میگنیم 930 تقسیمی تقسیمی 120 کنیم 8 بتیم 8 در به 0 0 8 2 16 6 حاصل 1 8 1 8 حاصل 1 هم 9 960 زیاد شد 8 دادیم زیاد شد 8 در به 0 0 8 باید افتی بودیم این پاک میکنیم افتی میتیم افت در به صفر صفر افت دو چارده چارش حاصل یک افت یک افت حاصل یکم هشت صفر از سیزده که چار کم شوه نو باقی باز یک پایان میکنیم نو صد و یک بازم افتی میتیم افت در به صفر صفر افتی بتیم زیاد میشه ششی میتیم شش در به صفر صفر شش در به دو شانزه شش دو دوازر دو شاصل یک این شش است شش در به صفر صفر شش دو دوازر دو شاصل یک شش یک شش شاصل یکم هفت اگر افتی میدادیم هفت در به صفر صفر هفت دو چار در چار شاصل یک هفت یک هفت شاصل یکم هشت افتی 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 سیست
هفت در 0-0 هفت در 4-4 شاسل 1 هفت میشه 8 از 1-0 کم شد وقتی 1 از 10 4 کم شد 6 باقی از 10 4 کم شد 8 کشت بود 61 باقی مانده است. این بود عملی تقسیم. اینجا وظیفه خانگی چند تا سوال نوشتم میگم میره باز خودتون کار بکنید. وظیفه خانگی سوالات داده شده زیل را تقسیم کنید. سوال اول 35 تقسیم 4، سوال دوم 86 تقسیم 7، سوال سوم 59.703 تقسیم 9، سوال چهارم 85.86 تقسیم 12، سوال چهارم پنجم 9.00011 تقسیم 15، سوال ششم 85.97.43 تقسیم 25. یک سوال دیگه نوشته میکنیم. سوال هفتم 8 وظیفه خانگی است. 85.97.63.42 تقسیم 457. این تقسیمات انجام بدین، انشاءالله عملی تقسیم یاد میگیرین. موفق باشین. این درس ما در همینجا تمام میشه و در درس بعدی انشاءالله اعداد اولیه و اعداد مرکب و همراه LCM و GCD اعداد بخیر مرور میگنیم.